وقتی جنازه های سردخونه زنده میشن و دنبال آدم برای قربانی کردن میگردن. گلاسیا سلام. امروز پیشنهاد خیلی از شما ها، بالاخره میخوام فیلم The Autopsy of Jane Doe یا کاربرد چکافی جین دو رو ببینیم که مسئول 2016 و نمره 71 IMDb رو به خودش اختصاص داده. این فیلم همون از فیلم های هیجانیه که محتوای ماوراءطبیعی و همراه با چیزهای جادوگری رو قاطی کرده که به نظرم خیلی هم خروجیش خفن شده، آدمو میخوب نگه میداره. بریم ببینیمش. حواستون به اسپویل و کامل صحنه های خشنش هم باشه. با شروع فیلم به یه صحنه جرم فوق‌العاده وحشتناک می‌بینیم. آدم‌هایی که به شکل دردناکی همشون جونشون رو از دست دادن و به شکل کاملا مشابه روی زمین افتادن که سرشون به سمت چپ چرخیده. مامورای پلیس هم در حال بررسی صحنه جرمن که یه جنازه دیگه هم توی زیر زمین پیدا می‌کنن. جنازه یه دختری که برخلاف بقیه اصلا دردناک جونش رو از دست نداده. پوستش کاملا صاف و هیچ خونی انگاری ازش نیومده. برای همینم باعث تعجب زیاد کلانتر میشه. اسمش هم میذارن جین دو که آخر فیلم میگم چرا همش اسمی رو گذاشتن. خلاصه که تصمیم میگیرم اونو ببرم برای کاربرد چکافی، بلکه بیشتر در مورد این صحنه جرم وحشتناک اطلاعات به دست بیارم. حالا میریم به مرکز کاربرد چکافی این منطقه، جایی که یه پدر و پسر به اسمهای آستین و تامی مشغول به کار روی یکی از جنازه های دیگه هستن. رابطهشون هم با هم دیگه خوبه، اما خب آستین میگه که تمایل زیادی نداره که این کارو تا ابد ادامه بده، چون خیلی سخته که به دیگران بگه با جنازه ها سر و کار میزنه، مخصوصا به دوست دخترش. همین لحظه هم دوست دخترش یعنی اما میاد اینجا دنبالش. اما برخلاف چیزی که آستین میگفت خیلی به شغلش علاقه داره و مشتاقه که بیشتر در مورد کاربرد چکافی و این چیزها اطلاعات به دست بیاره. برای همینم با اصرار میره داخل که بفهمه دارن الان چی کار میکنن. همین کارم انجام میدن و وقتی که میره داخل سردخونه یکم خشکش میزنه. اولین چیزی که براش سوال میشه اینه که چرا به پای تمام جنازه های زنگوله بستن. پدر یعنی تامی توضیح میده که این یه رسم بین کاربرد چکافاست. ما این کارو انجام میدیم تا مطمئنشیم که کسایی که میان اینجا جونشون رو از دست دادن و اگه یه موقع زندن زنگوله به صدا در میاره و اینو سریع متوجه میشیم. اما هم دیگه یکم چندش شده و با آستین میگه که بریم سر قرارمون. ولی قبل اینکه بتونن اینجا خارج شن، کلانتر منطقه جنازه‌ای که پیدا کرده بودن یعنی جین دو رو به همینجا میاره. به پدر و پسرم میگه خیلی این کار مهمه و باید قبل از آخر شب بهمون خبر بدید که دلیل مرگش چی بوده، چون به یه قتل خیلی وحشتناک مربوطه. تامی میگه که من این کارو انجام میدم و به پسرش میگه تو برو سر قرارت، اما آستین دوست نداره پدرش رو تنها بذاره. برای همینم از امام میخواد که قرارشون رو یکم عقب بندازن و چند ساعت بعد برن بیرون که اونم با خوشحالی قبول میکنه. اینجا متوجه میشیم که دو تا آسانسور توی ساختمون وجود داره، یا آسانسور خیلی معمولیه، یه دونه هم از این بالا برای قدیمیه که کلانتر با اون از اینجا خارج میشه برخلاف امام. آستین و تامی میخوان کارشون رو شروع کنن که رادیو رو هم روشن کردن. متوجه میشیم که رادیو اعلام میکنه چند روز آینده قرار کاملا آفتابی باشه. اینو یارتون بمونه. اول از همه دوربین و همه چیزو فعال میکنن. آستین یه دوربین دیگه برمیداره و شروع میکنه به عکس گرفتن از چیزهایی که پدرششون میده. تامی هم داره گزارش میده که یه دختر تقریبا 20 تا 30 ساله برامون آوردن، جنازش کاملا سالمه، خیلی لاغره و آسیبی هم بهش نرسیده که بتونیم دلیل مرگش رو تشخیص بدیم. مهمتر از همه اینه که وقتی چشماشو نگاه میکنن، چشمای جنازه کاملا آبی شده، طوری که انگاری 10 سال 20 سال جونش رو از دست داده، اما بدن کاملا سالمه و به طوری که انگاری یکی دو ساعت کلا از بین رفته. تو بررسی بعدی هم میفهمن که جفت دست و پای دختر کاملا شکسته، اما هیچ ردی روی پوستشون نیست که این خیلی عجیبه، چون اگه این اتفاق بیفته قطعا باید پوست کبود بشه. حالا تامی متوجه خاکی زیر ناخن‌های دختر میشه. با بررسی ساده میگه این خاک برای قسمت‌های شمالی این کشوره که خیلی عجیبه، چون ما توی جنوبی مون بعد جنازه اینجا پیدا میشد. یه لحظه هم که حواس این دو نفر نیست، میریم از دماغ جین دو یه مگس بیرون میاد و همون لحظه کلی هم خون ازش میریزه که پدر یه لحظه میبینه و میاد پاکش میکنه، توجه زیادی هم بهش نداره. حالا دهن دختر رو باز میکنه و اول از همه میگه زبون اون کاملا بریه شده، معلوم نیست چرا همچین کاری باهاش کردن. یکی از دندونهاش هم در اومده که اونم مشخص نیست دلیلش چی بوده، به خاطر اینکه بقیه دندونهاش سالم و غیر ممکن از خرابی باشه. حالا تامی میگه که پس جنازه برای قتل داریم و کارمون خیلی سخت تره، که خب میخوره تو ذوق آستین به خاطر اینکه میفهمه نمیرسه با دوست دخترش بره سر قرار. مرحله بعدی کارم بررسی اعضای داخلی این دختره که دیگه یکم پسر سر رادیو رفته رو مخش و اونو به یه کانال موسیقی عوض میکنه، موسیقی که مدام پخش میشه و اصلا عوض نمیشه. با شروع کاربرد چکافی اول از همه کلی خون بدن دختر میریزه که باعث تعجب تامی میشه، چون هنوز نمیتونه تشخیص بده که ساعت مرگ برای همین اواخره یا برای سالها پیش. اما حتی اگه همین چند ساعت پیش هم جونش رو از دست داده باشه، نباید خونش انقدر رقیق و روون باشه. این خیلی عجیبه. بالاخره به اعضای داخلی بدن رسیدن که تعجب تامی از قبل هم بیشتر میشه.
اول از همه به خاطر اینکه میفهمه ریه‌های دختر کاملا سوختن، به طوری که انگار تمام جنازه رو انداختن توی آتیش، ولی تنها قسمت‌هایی که سوختن همین ریه‌ها بودن. حالا متوجه میشه بقیه اعضای بدنم هم همشون رد چیزی مثل چاقو یا چوب روی خودشونه که انگار یه نفر از بیرون فرو کرده داخل و در آورده. یه چیز غیر ممکن به خاطر اینکه به پوست دختر هیچ آسیبی نرسیده و پدر میگه غیر ممکنه، چون به هر حال یه ردی باید جا بذاره. همینجاست که یه دفعه صدایی از بیرون اتاق میاد و آسی میره که بفهمه برای چی بوده. شروع به گشتن تو راه رو میکنه که اول از همه از توی آینه ای چی سایه از یه مرد میبینه، اما وقتی که میره تو همون راهروی بعدی هیچ کسی اونجا نیست. صدای دیگه میشنوه و وقتی که در یه کامبینت رو باز میکنه میبینه که گربه خودش به صورت زخمی اونجا افتاده. سری پدرش صدا میزنه تا بیاد کمک و میفهمن اصلا نمیشه این گربه رو نجاتش داد، به خاطر اینکه بدنش به شدت آسیب دیده و هر لحظه داره درد میکشه. پدر یا همون تامی هم برای اینکه درد گربه رو تموم کنه پیشنهاد میده که جونش رو بگیرن، که خب پسرم کنار میاد. بعدم تامی گردن گربه رو میشکونه، اونو میندازه توی کوره و از بین میبرتش. دوباره برمیگردن سر کارشون، اتفاق عجیب تری میفته. در فریزری که جنازه ها رو توش نگه میدارن خود به خود باز میشه، که خب اینا هم نمیفهمن. در حال بررسی اعضای داخلی هن که متوجه میشن یه شاخه گل توی بدن این دختره. شاخه گلی مربوط به قسمت‌های شمالی کشور که خیلی هم قدیمی و عجیبه که اینجاست. نکته بعدی اینه که بالاخره موسیقی رادیو تموم میشه، گوینده میاد و اعلام میکنه طوفان بزرگی در پیشه، برای همین سریع هم برید تو خونه‌هاتون رو مراقب باشید. آستین هم که بیا سریع بریم خونه خطرناکه، اما تامی میگه که باید این قضیه رو تمومش کنیم، شاید چیز خیلی مهمی رو به دست بیاریم. به معده دختر میرسن و توی اون پارچه پیچیده به هم رو پیدا میکنن. همین که بازش میکنن روی اون علامت‌های عجیبی شکل گرفته و دندون دخترم که در اومده بود لای همین پارچه است. همین باعث میشه بفهمن که دندونش رو به زور از دهنش بیرون کشیدن و اونو انداختن داخل شکمش. آستین هم که پس حالا مطمئنیم که قربانیمون توی مراسم مذهبی یا برای قربانی کردن و اینجور چیزها جونش رو گرفتن. بیشتر جنازه رو بررسی میکنن و حالا متوجه میشن که روی قسمت‌های پوستش هم یه علامت‌های هک شده که به خاطر مدت بالای زیادی که گذشته انگاری محو شدن. علامت‌های که شبیه همون چیزهای روی پارچند. یه دفعه طوفان شدیدی شکل میگیره که باعث میشه برق اینجا قطع و وصل بشه، که خیلی میترسن. برای همینم بالاخره تامی تصمیم میگیره که برن خونه، اما خب دیگه یکم دیره. اول از همه این که در خروجی اینجا کاملا بسته شده و انگاری به خاطر طوفان یه درخت افتاده روش. برق اضطراری اینجا فعال شده و میخوان برن تو آسانسور، اما حالا صداهای وحشتناکی رو میشنون. صداهای فریاد، قدم زدن و همه چیز. دیگه خیلی ترسشون بالا و برمیگردن به دفتر کار و درو محکم میبندن. تامی سعی میره سمت تلفن که به پلیس زنگ بزنه، اما میفهمه که خطشون کاملا قطع شده. این اتفاق برای گوشی هاشون هم افتاده که صدای قدم زدن کسی از بیرون اتاق میشنون. آستین به آرومی میره و از زیر در نگاه میکنه که خوشکش میزنه. پای رو میبینه که یه زنگوله بهش وصله، یعنی یکی از همون جنازه هایی توی سردخونه است. یه رفعه شروع میکنه محکم به در کوبیدن که این دو نفرم با گذاشتن کمدی جلوش باعث میشن که نتونه بیاد داخل. یه لحظه پدر میره توی دستشویی که انگاری کسی بهش حمله میکنه، کسی که چشمهاش هم آبیه، شبیه همون جین دو. بعدم سریع اونجا ناپدید میشه. پدرم با وحشت میاد بیرون و میگه همه چیز زیر سر همین جنازه است، باید خیلی سریع اونو از بین ببریمش تا این جریان تموم بشه. سریع از اتاق خارج میشن، به اتاق کالبوچه کافی میرن و وقتی که میرن جلو یه دفعه در خود به خود بسته میشه. آستین که خیلی ترسیده تبری برمیداره و شروع میکنه به شکستن در. وقتی که یه درز باز میشه با دیدن چیزی که اونورش خوشگش میزنه، یکی از جنازه های سردخونه وایستاده اونجا و داره دهن دوخته شده خودش رو به زور باز میکنه. دیگه از تصمیمش مطمئن میشن و سری جنازه جین دو رو با آتیش میکشن، اما این کارشون رو نتیجه نمیده. آتیش شرفه شعله ور میشه، تمام اتاق رو انگاری میگیره، دوربین، عکس گزارش و همه چیزهای مهم رو از بین میبره و همین لحظه است که میفهمن مجبورن خاموشش کنن. وقتی هم که این کار رو انجام میدن میبینن جنازه جین دو کاملا سالم و هیچ اتفاقی براش نیفتاده. با سرعت اتاق خارج میشن و میرن سمت اون بالابر قدیمی که میبینن درش بسته نمیشه، در حالی که صدای پای کلی جنازه میشنون که دارن به سمتشون میان. خیلی وحشت زدن تصمیم میگیرن برن سمت اون یکی آسانسور. این وسط یه صدای پای دیگه هم از جلو میشنون. هیچ چیزی هم معلوم نیست و پدر فقط برای اینکه شانسش رو امتحان کنه تبره که دستش رو سمت صدای پا پرت میکنه. میرن جلوتر و بیشتر به هم میریزن. میبینن که دوست دختر آستین یا همون اما افتاده رو زمین و تبر به اون برخورد کرده و داره جونش رو از دست میده. خیلی به هم ریختن و مجبور میشن به خاطر صداهای دیگه‌ای که داره میاد برن تو آسانسور و فقط سریعا فرار کنن. اما آسانسور هم که یکم میره بالا یه رفعه
صدایی میده و خراب میشه. دیگه خیلی ناامید شدن میشنن روی زمین و اول از همه تامی از پسرش به خاطر اتفاقی که افتاده معذرت میخواد و میگه واقعا نمیدونستم که اما اونجا وایستاده. یه لحظه فکری به سر آستین میزنه. میگه وقتی که میخواستیم کالبد چکافی انجام بدیم هیچ کدوم اتفاقا نمیافتاد. هر بار خواستیم جنازه رو از بین ببریم یا کارو متوقف کنیم اون موقع بود که همه اینا پیش میومد. شاید این روح‌ها یا این جنازه‌ها میخوان که ما به حقیقت پی ببریم. بفهمیم چه برای سر جین دو اومده و اگه اینو بتونیم کشفش کنیم همه این جریان‌ها تموم میشه. شاید وظیفه ما این کالبد چکافی درسته. تامی هم قبول میکنه که همین کارو انجام بدن و دو تایی به زحمت آسانسور خارج میشن و به اتاق کالبد چکافی برمیگردن. شروع به بررسی خیلی سریع میکنن و اول از همه میفهمن بافت‌های مغزی جین دو کاملا سالمه، انگاری اصلا برای یه آدم زنده است. از اون طرف آستین هم مشغول به بررسی همون پارچه میشه که از معده‌اش بیرون کشیده بودن. وقتی که دو تا تیکه پارچه رو روی هم قرار میده متوجه میشه که اسم یکی از آیه‌های انجیل اونجا نوشته. سری انجیلی میارن و آیه مشخص شده رو پیدا میکنن که میبینن توی اون در مورد ثواب یا حالا لذت از بین بردن جادوگرها نوشته شده، که خب مشخص میکنه این زنگ جادوگر بوده و مردمی که مخالفش بودن همچین بلاهایی رو سرش آوردن. البته که این بلایی که سر جادوگرا می آوردن برای تقریبا 4 یا 5 قرن پیشه و عموما هم توی اروپا رواج داشته. پس جنازه جین دو برای صدها سال پیشه، که خب پدر یه نکته دیگه هم داره که اینو تایید میکنه. بدن این دختر همونطوری که اولام گفت کاملا لاغره و کمر خیلی باریکی داره. خب دیدیم که توی فیلم‌های قدیمی چه لباسایی میپوشن و یه چیزی دور کمر میبندن که فشارش میده داخل. تامی میگه بر اساس چیزهایی که من خوندم اون سالها خیلی از زنای بیگناه هم قربانی کردن، فقط بهشون انگ جادوگری میزدن. شاید همین بلا سر جین دو هم اومده و حالا میخواد اون ظلمی که بهش شده رو یه جوری سر آدمهای دیگه تلافی بکنه. اینجاست که یکم پیرنش رو میده بالا و به پسرش چیز وحشتناکی رو نشون میده. روی بدن خودش هم همون علامتهایی که رو بدن جین دو بود دارن شکل میگیرن، شاید به خاطر همون حمله‌ای که شده بهش یا توی کالبد چکافی و هر چیز دیگه. به هر حال میگه که قطعا جنازه جین دو قبلا هم پیدا شده، اما انقدر اتفاقای وحشتناک افتاده و هی میخواسته این بلا رو سر آدمهای دیگه بیاره که مجبور شدن برن خاکش کنن، چون به هر شکلی که امتحان کردن نتونستن اونو از بین ببرنش. دوباره صدای در میاد و میبینیم که همون جنازه های متحرک به اینجا اومدن و میخوان بیان داخل. سریع آستین میره که در رو نگه داره و این وسط تامی میره سمت جین دو و بهش چیزی میگه. میگه من خودم رو فدای تو میکنم، منو قربانی کن ولی پسرم آستین رو کاری نداشته باش. یه دفعه میبینیم موچ دست و پای شکسته جین دو کاملا سالم میشن و به شکل وحشتناکی دست و پای تامی کاملا میشکنن. چشم های جین دو رنگ مشکی خودشون رو به دست میارن و چشم های پدر کاملا آبی میشن. با این حال پدر افتاده رو زمین و داره زجر میکشه و هنوز از بین نرفته، انگاری دقیقاً داره مرگی که جین دو داشته رو خودش تجربه میکنه. وقتی که آستین متوجه این میشه میاد طرفش و خب نمیتونه زجر پدرش رو ببینه و همون بلایی که سر گربش آوردن و سر پدر میاره، یعنی با فرو کردن یه چاقو جون اون رو میگیره تا زجرش رو زودتر تموم کنه. دوباره صداهای وحشتناک توی اتاق میپیچن. آستین خیلی ترسیده و سعی میره سمت خروجی، اما میبینه که همچنان در قفله. پس یعنی فداکاری پدر بی تأثیر بوده. برمیگرده و همین لحظه پدرش رو میبینه که جلوش وایساده و چشماش کاملا آبیه. انقدر این قضیه براش وحشتناکه که میپره عقب و به محض افتادن گردنش میشکنه و دقیقاً شبیه همون جنازه هایی که اول فیلم دیدیم میفته و جونش رو از دست میده. صبح روز بعدی مامورهای پلیس به همینجا میان و جنازه ها رو پیدا میکنن و میفهمن که همه سرنخ ها و گزارش ها هم از بین رفته. جنازه دوست دختر آستین یا همون اما هم اصلاً پیدا نمیشه و هیچ کسی نمیدونه که چه بلایی سرش اومده یا الان کجاست. از اون طرف میبینن که بین همه این خرابکاری ها و آتیش سوزی که پیش اومده جنازه جین دو کاملا سالمه. برای همین هم تصمیم میگیرن که اونو بفرستن به یه دانشگاه خیلی بزرگ تا اونجا بیشتر در موردش بررسی بشه. توی ماشین داره منتقل میشه که یه دفعه میبینیم پاهای اون تکون میخورن و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. این فیلم یه سری نکته داره که اگه همون اول تو خلاصه میگفتم اسپویل میشد، برای همین گفتم آخرش در موردشون صحبت کنیم. اولیش معنای ساعت توی این فیلمه. ما تو جای مختلف این فیلم داریم ساعت توی سردخونه رو میبینیم که هی عوض میشه و خیلی جالبه. قبل از اینکه کالبد چکافی رو کلا شروع کنن تقریبا 9:45 دقیقه شبو داره نشون میده و همینطور هی میره جلو تا وقتی کالبد چکافی رو میخوان شروع بکنن انگار تو همین جریان گیر میافتن و از اونجاست که دوباره ساعت برمیگره به 9:45 دقیقه. دیگه هرچی نگاه میکننش رو همین انگاری گیر کرده. نکته دومی که خب توی خلاصه هم اشاره کردم فکر کنم متوجه شدید، بار اول داره رادیو میگه که قراره هفته کاملا آفتابی باشه و
ولی وقتی که همه اتفاق داره پیش میاد میفهمه رادیو میگه که هوا طوفانی شده. خب مشخصه که همین کار جادوگر است، کار اتفاقهایی که داره میفته است و اصلا چیز منطقی نیست. حالا من یه فیلم که فکر میکنم مشخص شده باشه دیگه، دلیل این که در آخر پسر اصلیمونم قربانی شد برای این بود که هیچ کسی نتونست همچین کاری برای جادوگر انجام بده. اول فیلم که میبینیم پلیس ها میرن دنبال این جنازه ها میگردن، همشون به شکلی مردن که دقیقاً اون پسر آخر فیلم براش همین اتفاق افتاد و انگاری تمام اینها کسایی بودن که این جادوگر میخواسته انتقام بگیره یا یه جوری یه مراسمی باهاشون اجرا بکنه. جادوگری که شاید 400 500 سال پیش از جونش از دست داده و همچنان جسمش روی زمینه تا بالاخره به اون انتقام خودش برسه. حالا وقتی که میاد توی سردخونه، اول از همه اون گربه رو میبینیم که یهو زخمی میشه، حالش خیلی داغونه، به طوری که انگاری جین دو داره از بدن این گربه استفاده میکنه، میخواد جونش رو بگیره تا مراسم قربانی کردن خودش رو به اتمام برسونه، اما موفق نمیشه. به خاطر اینکه قبل از اینکه تمام مراسم تموم شه، پدر میاد جون گربه رو میگیره، انگار گم میزنه یهو بهش. دقیقا همین اتفاق آخرش هم میفته، دوباره این دفعه میخواد پدر رو قربانی بکنه، اما پسر برای اینکه مثلا بهش رحم بکنه میاد با چاقو خودش کار پدر رو تموم میکنه، بازم مراسم نصف میمونه. شاید اگه این کار انجام نمیداد خودش میتونست راحت اونجا فرار بکنه، برای همین هم است که در آخر جون پسرم گرفته میشه. اینم جالبه بدونید که اصلا اسم طرف جین دو نیست دیگه، فکر میکنم اکثرا بلد باشید اگه فیلم باز باشید. خارجی ها وقتی که یه ناشناس پیدا میکنن، یه آدمی که جونشو از دست داده یا مثلا یه قاتلی که اسمشو نمیدونن، اگه مرد باشه اسمشو میذارن جان دو، اگه زن باشه میذارن جین دو. یه چیزی مثل عباس آقای خودمون که به هر کی میبینیم میگیم. خلاصه که یکی از فیلم‌های خیلی خفنه به نظرم تو این زمینه، مخصوصا هیجان بالایی که داره و داستانی که برای شخصیتمون ساختن. به نظر من قطعا باید یه پریکوئل یا سیکوئل براش بسازن که داستان این جین دو رو بفهمیم که بعد از این اتفاقا چه برای سرش میاد، یا یه پریکوئل که در مورد گذشتهش باشه و ما بفهمونه که چه بلایی سر این جادوگر اومده که اینطوری از بین رفته. البته نه به ترس که سر و کله زدن با بعضی زنده ها. امیدوارم خوشتون اومده باشه. پیشنهادتون رو بنویسید، من سعی میکنم همه رو قرار بدم. مرسی بابت حمایتایی که میکنید و بچه‌ها همه کامنتاتون رو میخونم، فقط یه وقتایی نمیرسم جواب بدم و از همتون معذرت میخوام، ببخشید. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. روزتونم گلسی.